با عرض سلام ادب احترام خدمت دانشجویان عزیز، این جلسه میخواهیم در ادامه مباحثمون نحوه کار کردن با دستورات پایه‌ای لینوکس مثل نصب ایجاد دایرکتوری، حذف دایرکتوری، ایجاد فایل، بعد کپی فایل، بعد موو کردن فایل ها، پاک کردن فایل ها و دایرکتوری ها رو با هم تمرین کنیم و در ادامه نحوه کار کردن با نرم افزار MC رو که معادل همون نرم افزار NC در داسمون هستش رو به شما آموزش خواهم داد و وارد محیط لینوکسمون میشیم. خب ضبط من فعاله، بله دوستانم که هستن، بله ستسادم که هستن و خب بریم یه محیط، من ترمینال باز میکنم. خب ببینید، اولین دستوری که داریم اگر یادتون توی داس فایل MD بود، اینجا make dir هستش. ببینید می نویسم make dir تمرین، نگاه کنید اینتر که میکنم الان اگر یک برید توی ناتیروس نگاه کنید، توی مسیر هوممون نگاه کنید، این مسیر هوم ما هستش. اگر دقت کنید یک فایل به نام چی تمرین الان چی نها ایجاد شد اینجا توی مسیر. خب من چون برای که بخوام توی دسکتاپ کار کنیم اینو پاک میکنم، میام روی محیط دسکتاپمون ایجاد کنم. اول یه نکته بهتون بگم، ما یه دستوری داریم به نام PWD. ببینید PWD دستوری هستش که میگه آقا اگر من بزنم من PWD، نگاه کنید میگه که یک دستوری هستش PWD که برای ما پرینت میکنه ورک دایرکتوری رو، یعنی به ما میده PWD پرینت میکنه ما اون دایرکتوری جاری یا دایرکتوری که باش زیر کار میکنیم، دست PWD. ببینید به صورت پیشواز ما وقتی که وارد میشیم، گفتم دیگه به ازای هر کاربری که توی فایل سیستم جلسه قبل خوندیم، گفتیم اگر گفتیم توی لینوکس این فایل سیستم لینوکس بود، گفتیم به ازای هر کاربری که وارد لینوکس میشیم دوستان، گفتیم به ازای هر کاربر ما یه دایرکتوری توی هوم، یک پوشه به ازای هر کاربر ایجاد بشه. چون من با جهانگیری لاگین شدم توی هوم، یه پوشه داره به نام جهانگیری که بهم میگن هوم دایرکتوری من. یعنی اگر شما بزنید مثلا تو هر پوشه باشه، مثلا ببینید من یک ارس میکنم که معادل همون دستور دایر لینوکس، دایرکتوری همونو با رنگ آبی نشون میده، فایل همونو با رنگ سفید، میگم با CD نگاه کنید، مثلا تب میزنم میگم وارد محیط دسکتاپ بشه. ببینید چطوری بهتون بگم، حالت اوتو تایپینگ داره، یعنی شما اوتو کامپلیت داره، یعنی شما دو کلمه از اینو بزنید، نگاه کنید من دسکتاپ زدم، یه تب زدم برگشت برام چیکار کرد آورد. خب ببین من الان مثلا اومدم توی پوشه چی هستم، دسکتاپ هم هستم. خب اگر بزنم CD، ببین میگن علامت تیردا، CD تیردا بزنم میاد توی هوم دایرکتوری من. ببینید الان اومد، اگر من PWD بگیرم برگشت توی هوم دایرکتوری من. این یه دستور مهمیه PWD، پوشه ای رو که توش هستیم رو بهمون نشون میده، پوشه جاریمون رو، پوشه ای که داریم باش کار میکنیم بهمون نشون میده. بعد میگم CD دسکت کنید، مثلا تب میزم دسکتاپ. ببینید اگر بنویسیم CD دو نکته برمیگرد، ببینید اگر من یه RS بگیرم اینجا، اشتباه زدم، یه RS بگیرم اینجا، ببینید یه RS-A بگیرم. ببینید همزمان با اون مسیر ما دو تا اینجا چیز دیگه هم داریم، یه نکته داریم، یه دو نکته داریم، یه شورتکات هم. نگاه کنید اگر بگم CD نکته، یعنی همین مسیر جاری بوم میشه. اگر بگم CD دو نکته، یه پوشه میاد عقب‌تر، یعنی یه پوشه، یه شورتکاتیه به پوشه قبل من. یعنی شما یه CD دو نکته بزنم میاد عقب‌تر و در مسیر درگت هم دایرکتوری ما قرار میگیره. یه نکته دیگه هم بهتون بگم، اگر مثلا بزنم CD
دسکتاپ. خب بعد من یه پوشه درست کنم اینجا، میک دای کنم مثلا یه پوشه به نام تمرین. ببین الان رو دسکتاپ پوشه تمرین اینجا کرد، برم پوشه تمرین اینتر. ببینید اگر بزنم سی دی بدون هیچ اتفاقی، در حقیقت معادل سی دی تیر داست، یعنی سی دی تیر دا با سی دی خارجی یکیه. این در یه نکته مهمی هستش، یادتون باشه سی دی خارج هم بزنید شما میفرسته توی پوش هوم دایرکتوری، و اگر سی دی تیر دا هم بزنید میفرسته شما رو تو پوش دایرکتوری. بس نحوه رفتن و اینا دارن دقیقا مثل همه. بس شما میتونید یه جمع بگید، بگید آبا برو تو پوشه یران به حروف بزرگ و کوچیک، لینوکس حساسه، من دی کوچیک بزنم نمیاره، دی بزرگ بزنم دسکتاپ، و برو تو پوشه تمرین. ببینید توی داس اگه یادتون بود بک سلش بود، اینجا اسلشه. ببینید من رفت پوشه سی دی تمرین و این. خب الان من تو پوشه این هستم، خب یه تیری میکنم، هیچی ندارم، شروع میکنم یه ساختار درختی ایجاد میکنم، میگم میک دایکون برام آ رو، بعد میک دایکون توی آ بی رو ببینید اسلش اینجا، بعد میگم میک دای کن توی آ بی سی رو، بعد میگم آقا میک دای کن برای من چی رو، شما بگید مثلا ای رو، و در نهایت یه میک دای کن برای من ای توی ای اف رو. یه تیری میکنم و ساختار درختی رو برامون چیکار میکنه، آ بی سی ای و اف رو بهمون نشون میده. خب ما در همون کپی کنی که داشتیم توی دست میگفتیم کپی کن فلان، ما اینجا چی رو یاد گرفته بودیم، نوشتیم کت. خب مثلا الان تو پوشه مثلا آ، درسته، تو پوشه آ برامون بساز فایل چی رو، آ نقطه تی ایکس دی رو، تو که کن اشتباه زدم باید اوتپوتش رو تنظیم میکردم، تو پوشه آ برام بساز آ نقطه تی ایکس دی رو. خب توش می نویسم جواد، یه دونه کندوزت میکنم و فایل برامون چی میشه، ساخته میشه. ببینید الان تیری کنم، ببینید توی پوشه آ یه فایل تکستی ساخت به نام برای ما آ نقطه تست. اگه بخواد در مورد گرافیک هم ببین شکلی نگاه کن، آ ببینید تو پوشه آ یه فایل ساخت برای ما به نام آ نقطه ت، اکسشو خوب نزدم من عوضش میکنم. خب بگو همین اشتباه زدم، من اسم این عوض کنم. ببینید یه راهش اینه، میگم آ رین اینجا رین، اینجا رین نیمه، ببینید رین نیم کن برام، رینیم توی آ، خب آ نقطه تیکس دو به آ نقطه تیکست. خب رینیم ها چرا نده رینه ها، بذارید من یه رسی نگاه رینه ها دوت این داره رین من رین نیست، مگه توی داس لینوکس اسم عوض کردن؟ خب یا رینیم، رین نیم نمیگه ششتمه نوشتم توی آ آ نکته تکست اسمش عوض کن، آ نکته تکست اسمش عوض کن، بذار آ نکته تکست کامند فور دیب کامند ریده نات فاند دید یو مین rename from dep. آها نصب نیست، میگه دستور این. خب باز ام وی از عرب بکنیم، میگه ما ام وی کن آ اسلش آ نکته تکست رو توی همین مسیر به آ نکته چی؟ آ نکته تکستی. خب ببینید الان من یه تیری بگیرم اسمش عوض کردم، اینشو با موو مثل اینکه موو کردم رو خودش، رو اسمش رو چیکار کردم عوض کردم. خب میتونستیم، میگه اگه بخوای در سوی نیم استفاده کنی، ببین توی این نسخه از لینوکس چیه، میگه وجود نداره، باید با سودو اپگت این استار چیکارش کنید، نصبش کنید. اگه بخوای نصبش کنید به این راحت، می نویسی سودو برای که یوزر چی بشه، اپت این استار. خب دستور چی، ر نیمو، با این هم میتونستیم بگیم، بذار پسوردش رو بدم بهش. الان میگه دستور نیمو برام چیکار میکنه، به راحتی چیه نصب میکنه و میتونم ازش با ام وی هم میتونستی برید. من یه راست فکر کردم اشتباه زدم اولش، بعد دیدم که این درست هستش. خب ببینید الان مثلا همون دستوری که الان زده بودم بینه، خب من پیدا باز نه اوات رین هم ببخشید رین نه، خب یه نیست دیگه، چون آن اوت تکست رو چیکار کردم اسمش رو عوض کردم. خب
این از این میخواد از دستور اینه هم استفاده کنه، بهتر از دستور اموی هم استفاده کنه، فرقی نمیکنه. خب بریم بقیه تمرینمون. خب سفر رو پاک میکنم، کلیه، خب یه تیری میکنم. خب من یه فایلی توی مسیر آ نقطه تکست رو ایجاد کردم. الان میخوام این فایل آ نقطه تکست از مسیر کپی کنم تو بی. می‌نویسم سی پی از مسیر آ نقطه تکست رو برام کپی کن توی آ اسکش بی. ببینید یه تیری میگیرم، یه فایل آ نقطه تکست رو از مسیر آ برداشت کپی کرد توی چیه؟ مسیر آ نقطه تکست. یا میخوام یه کار کنم، میگم برو سی پی برام کپی کن. خب دقت کنید، از مسیر ریشه، خب از پوشه بین، کدوم فایلایی رو؟ فایلایی رو که مثلا چی هستن؟ اولشون با مثلا تی شروع میشن، درسته؟ تا آخرش دیگه. یه نکته هم بهتون بگم، توی ویندوز خب اکستنشن، خیلی اکستنشن برامون توی داس مهم بود. توی لینوکس اما به اکستنشن اینطوری که مثل ویندوز یا داس حساسیت داره نداره. اکستنشن رو اونطوری که از هیدر فایل ها بیشتر خود فایل ها رو تشخیص میده، نه از پسوندشون. شما بهتون جلسات بعد آتی حتما بهتون این نکته رو توضیح خواهم داد که چطوری میره از هیدر فایل رو تشخیص میده. یعنی ممکن است یه فایل پسوند اجرایی نداشته باشه اما فایل اجرایی باشه، بیشتر از هیدر فایل میاد فایل رو تشخیص میده. خب میگم از پوشه بین فایل های مثلا که مگر یه تی و تی شروع میشه رو کپی کن، مثلا هم به فرض بر مثال در مسیری که من هستم در پوشه تی ای. ببینید یه تیری بگیریم. خب ببینید سه تا تا دا فایل هست، تر، تمپ فایل، تاچ، تو. ببینید معمولا فایل های اجرایی، این فایل هایی که قابلیت اجرایی هم دارن با رنگ چی نشون داده میشه؟ سبز نشون داده میشه. یعنی فایل ها میتونن چی هن؟ اجرایی هستن و میشه این فایل ها رو چیکار کرد؟ اجرا کرد. به من اومدم واسه تگین یه سری فایل ها رو چیکار کردم؟ همین وایلد کارت هایی که توی داست داشتیم که استار میشد هر چند کاراکتر، اونجا میشد 8 کاراکتر، اما اینجا چون میتونه تا 250 کاراکتر باشه، میگه ما هر چقدر کاراکتر باشه پشت مثلا تی اولش بقیش هر چی ماشه. یا علامت مثلا استار میزنم، نگاه کن اینجا مثلا من ترو دارم، تمپو دارم، تاچو دارم، تو رو. ببینیم میخوام مثلا سه کاراکتری رو، ببینیم میگم وا سی پی کن برام از مسیر ای اسلش اف اونهایی که سه کاراکتری هستن، درسته کاراکترهای سه کاراکتری هستن، و کپی کن واسه من تو آ بی سی. اینتر میکنم. چی گفت دوستان؟ توی آ سی پی ای اف، خب داره میگه ای اف اونه که سه کاراکتری هستن، و یا مثلا چرا نتونست کپی کنیم؟ با میتونست که اولشون برامت استار شروع بشه، مثلا برگرشون آر باشه. کپی کن چیگه که درسته دیگه، داریم دیگه. سی پی کن از مسیر ای اسرش اف، خب اصلا همه فایل ها رو مثلا توی آ بی سی. توی مسیر آبی cannot state if no such file and directory. چی رو دارم دوستان اشتباه میزنم؟ دیگه ما توی ای اف رو داریم دیگه، درست. خب میگم که آقا از مسیر سی پی کن نه مگه من تو ای کپی کردم اینا رو، گفتم توی توی ای زدم اشتباهاً. آره گفتم بریز تو ای. ببخش ببین من اینجا گفتم بریز تو ای و همین میگم خدای این چرا نمیاره. میگم از مسیر ای اونایی که سه کاراکتری هستن رو بریز توی از ریشه. چرا
نه بپسن بیش میگه از مسیر جای پوشه ای بریز توی چی؟ ای بی سی. ببین الان انجام داد، بخش اشتباه زده بودم اونجا. خب ببینید تنها سه کارکتری که داشتیم تگ و کپی کرد توی چی؟ ای بی سی. ببین من خودم میتونم فیلم ها رو نگه دارم، خطاها رو نبینید، اما بهتره ببینید. یعنی من که میزنم ممکن دارم اشتباه کنه، پیداش میکنه، اصلاح میکنه. ببینید مثلا من اونجا پاره ایجاد کرده بودم، متوجه نشده، هی میگفتم از اف کپی کن. خب الان یاد گرفتیم که چطوری با واید کاردا چیه آشنا بشیم، نحوه کپی کردن رو یاد گرفتیم، ساختن دایرکتور رو یاد گرفتیم. الان فکر کنم میخوام موو کردن رو یاد بگیریم. میخوام آقا این آ نقطه تکست رو از اونجا موو کنم بیارم توی دستور انتقال ام وی. MV هم واسه تغییر نام استفاده میشه، هم واسه یه چی استفاده میشه؟ موو کردم. میگم از مسیر جایی که هستم توش، یعنی کجا هستیم الان ما؟ میخوام ببینیم کجاییم. ببینیم ما توی دسکتاپ تمرینیم. خب میگم آقا برای ما MV کن از پوشه A فایل A نقطه تکستمونو به کجا؟ به E مثلا F، به پوشه E F کپی کن، موو کن، کات کن. ببینید الان یه تیری بگیرم، آورد اون از آ نقطه تکست رو موف کرد آورد توی ای و اف آ نقطه تکست. خب من میخوام پاک کنم. خب پاک کردن ریموو آر ام، میگم از آ بی مثلا آ نقطه تکست رو چیکار کنم؟ پاک کن. ببینید یه تیری میگیرم، رفت چیکار کرد؟ اونو برام آ نقطه تکست رو پاک کرد. اما فکر کنیم میخوام آقا زیر مجموعه آ همه چیز پوشه فای هر چیز پاک کنه. میگم آقا آر ام یادتون باشه ریل ریورس میزنید، یعنی به صورت ساب دایرکت پاک کن برو پایین. میگم آقا توی آ هر چی هست تو چیکار کن؟ پاک کن. مثلا آ رو پاک کن هستن. ببینید اگر یه تیری بگیرم، ببینید اصلا از آ و هر چی توی آ بود چیکار کرد؟ پاک کرد رفت. اگه میخواستم توی آ رو پاک کنم میگفتم بی گو چیکار کن؟ پاک کن برو پایین تر. خب اینم از این که میتونید چطوری پاک کنید. یه دستور پاک کردن ما دایرکتوری دیگه هم داری. فکر کنید مثلا من اومدم توی مثلا میام میگم make die کن برامون توی E F مثلا یه پوشه درست کن به نام G. خب بعد یه تری بگیرم، دوستان نگاه کنید اومد توی E F G رو ساخت. خب G رو پاک کنم، میگم سید remove die R M die توی E S F S S G رو پاک کن، G رو برام پاک کن. الان ببینید یه تیری بگیرید دیدم چیکار میکنه، برامون پاک میکنه. خب یه نکته دقت کنید، من اگر بیام الان فکر کنم اینه، بگم آقا سی پی کم، ببین اول یه میک تایم میکنم دوباره پوشه جی رو میسازم. نه ایجاد کن میک تایم کن. خب یه تیری میکنم ساخت، میگم آقا سی پی کن همه فایل هایی که در مسیر چی هستن، همه فایل هایی که در مسیر چی داریم؟ ای داریم. خب همه فایل هاشو کپی کن تو ای اف جی اینتر. تو باید شو گاتی کرد. من همه فایل هایی که تو ای رو دارم سی پی، خب تو مسیر جاریم دیگه الان، خب تو مسیر جاری ای رو دارم، توی ای هم این فایل رو دارم. میگم آقا سی پی کن هر چی توی ای هست، خب ای رو مثلا توش هر چی هست کپی کن تو آ اف جی. جی نات دایرکتوری ممکنه جی هچی رو دوباره ساختم دیگه، نگاه کنید ای اف جی دارم دیگه. آه کپی کرد که بس چی میگه؟ آه کپی کرد. خب نه دیگه داره دیگه، کپی کرد. خب گفتم اینا هرچی هست کپی کن اینجا، کپی کرده. خب کار با نداره. بعد که اینا کپی کرد و اینا رو میخوام این کار کنم، بنویسم الان ریموف کن اینو، میگم آقا ریموف کن ای اف جی رو، اینتر میکنم. خب ببین نمیتونه پاک کنه، میگه فید ریموف ای اف جی. میگه چرا؟ دایرکتوری نه، یادتون باشه میتونه دایرکتوری رو پاک کنه. خواستم اینو بهتون بگم که خاری باشه، اگر خواستیم آقا اینطوری نه کور هم پاک کنه، بنویسید آر ام ای آر ام داش ریورس ای
من پاکره بیشتر از این دست ای اف جی تم شد رفت. ببینید اگر خالی باشه اون میتونست پاک کنه، پر باشه نمیتونه. بهترین دست همون دست ری موو. ببینید دوستان کپی رو یاد گرفتیم، ایجاد فایل یاد گرفتیم، موو یاد گرفتیم، رینیم رو یاد گرفتیم، کاتو یاد گرفتیم، نحوه نمایش فایل ها هم چیه دیدیم، نحوه دیدن مسیر جای رو دیدیم، چطوری وایرال بریم بین اینها جابجا کنیم و یاد گرفتیم. خب در ویدیو بعدی میریم نحوه این دستور ساده رو، میخوام آروم آروم کار کردن با دستورات ساده رو توی لینوکس یاد بگیرید. این دستور کاربردی هستن، مثل کپی، مثل موو، مثل رینیم، مثل پاک کردن، مثل ساختن از پوشه، پاک کردن میشه. اینا رو یاد بگیرید. یه سری دستورات کاربردی هستن که در جلسات آتی برامون لازم میشه. الان در ویدیو بعدی میگیم نحوه نصب کردن ام سی رو به شما آموزش بدم. خب تو هم فعلا صبر کن، بعد داریم درس میدیم برنامه باندمون رو.